بابک ساقی همکارم از تلاویف با ما همراه میشه. بابک، برای ما بیشتر بگو از اونچه که از همکاری و کمک‌های مالی ایران به حماس انتشار شده. البته همانطوری که گفتین، روابط بسیار نزدیک بین سازمان‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین با جمهوری اسلامی مسئله پنهانی نیستش و بارها از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به این سازمان‌ها ما خبر دادیم. اما آنچه که اسماعیل هنیه با در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره بیان کرد اون بود که کمک‌های مالی در سال گذشته جمهوری اسلامی مبلغ هنگفتی 70 میلیون دلار بوده. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هستش و در قطر زندگی میکنه و از روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی برخوردار هستش و رفت و آمدهایی بین او و افراد جمهوری اسلامی ایران برقرار هستش. اسماعیل هنیه از طرحی جدید و دفاعی در رابطه با جنگ با اسرائیل خبر داد و او گفتش که این طرح جدید و دفاعی در نوار غزه تصویب شده و کمک مالی 70 میلیون دلاری جمهوری اسلامی ایران اون را امکان پذیر کرده. او ادعا کرد که با اجرایی شدن این طرح دیگر سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین نمیتواند که موشک‌های شلیک شده از نوار غزه را در هوا شلیک بکنه. در سال‌های گذشته در نزاهایی که بین حماس و اسرائیل برقرار بوده، اسرائیل گفته که بیش از 90% از موشک‌هایی که به سوی اسرائیل پرتاب شده را گنبد آهنین در هوا شکار کرده. به گفته هنیه، توسعه و تولید موشک در نوار غزه از سال 2008 چهره مبارزات نظامی با اسرائیل را تغییر داده و او ادعا کرد که از این به بعد با کمک‌های مالی که حماس از ایران دریافت کرده، چهره نزاع آینده در بین اسرائیل و حماس تغییر خواهد کرد. سپاسگزارم از توضیحات همکارم بابک ساقی از تل‌آویو با ما همراهی می‌کرد.